خانم آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. در گذشته ما یادمون هست در رژیم شاهنشاهی وزیر دربار، اون چند تا وزیری که داشتیم، یکی حسین علا بود و یکی از مهمترین اونها اسدالله علم بود. علم کسی بود که همیشه میگفت و به این گفتش هم افتخار میکرد که بنده غلام خانزاد محمد رضا شاه هستم. ولی همین آقای علم در خاطراتش مینویسه و بسیاری از اطرافیان محمد رضا شاه هم تایید میکنن که در خیلی از موارد او حتی در حضور شاه از اوضاع مملکت هم انتقاد میکرده و تنها کسی بوده که جرأت داشته راجع به اوضاع مملکت اظهار نظر کنه و عیوب و مشکلات مردم و مملکت رو تذکر بده. در خاطراتش هم که شما میخونید میبینید که با وجودی که بعضی وقتا محمد رضا شاه عصبانی میشه از دستش، ولی او حداقل حرفاشو میزنه. اما در رژیمی که قرار بود برای ما بهار آزادی رو بیارن، یه رئیس دفتری خداوند متعال و امام غایب که فارسی هم بلد نیست، دلیلش هم بعدم براتون امیر شهرتی نشان خواهد داد. همین تصویری که الان من میبینم شما هم خواهید دید. امیر اگه میشه یه خود تصویری بیار جلوتر که بیشتر بشه دید، اگر نه که هیچ. در این تصویر نوشته تو چاه جمکران اگر میخواید نامه بنویسید به عربی بنویسین، چون روایت است امام زمان عجل الله تعالی فرجه به زبان فارسی مسلط نیست از انداختن مواد غذایی اینا بعضیا. خب دیگه وقتی که آخوندها راجع به آقا امام زمان تبلیغ میکنن، مردم هم میان میوه، نمیدونم، خورشت، قرمه سبزی، اینا رو توی بشکی از این ظرفا میریزن، از اون بالای چیز از بالای چا پرت میکنن تو که آقا امام زمان اون تو گرسنه نمونن. آقای محمدی گلپایگانی که به دلیل خوفی که از خداوند داره و شب تا صبح عبادت میکنه و جای محرم روی پیشونیش هست، ماشاءالله 500 کیلو 560 کیلو وزنشه و هر بار که راجع به مقام معظم روضه‌خوان بزرگ و رهبر واقعی داعش سخنرانی میکنه و اظهار نظر میکنه، بیشتر و بیشتر باعث عصبانیت مردم میشه و مردم بیشتر میفهمن چه کلاشیه این مردک و چه دروغایی میگه. این همون بود که گفت موقعی که، بله، این تصویرشو الان امیر شهرتی برای شما پخش میکنه، نگاه کنید ماشاءالله گردن رو 30 تا تبر نمیزنه. بله، ایشون اومد گفت آقا موقعی که آقای پوتین خدمت آقا شرفیاب شد، گفت من همیشه یه تصویری از آقا مسیح داشتم و وقتی که آقای خامنه ای دیدم درست مثل این که مسیح در برابرم ایستاده بود. حالا آقای پوتین چگونه صحبت کرد که آقای محمدی گلپایگانی متوجه شد؟ بایستی یا آقای گلپایگانی به زبان روسی تسلط داشته باشن یا آقای پوتین فارسی گفت که آقای محمدی گلپایگانی متوجه شد. زمانی هم که آقای اردوغان و خانومش خدمت رهبر واقعی داعش رسیدن، همین مرده که 500 کیلویی گفت آقای اردوغان و خانومش وقتی که در برابر مقام معظم رهبری قرار گرفتن، گفتن خدا رو شکر رهبر مسلمانان جهان آقای خامنه ای.
و قیافه ملکوتی ایشون رو که ما دیدیم از خودمون بیخود شدیم. حالا من نمیدونم آقای اردوغان فارسی گفت یا این آقای به اصطلاح گلپایگانی ترکی استانبولی بلده. زمانی هم که آقای بانکیمون خدمت آقا رسید، همین آقا نقل قول کرد که آقای بانکیمون گفت من خوشحالم که در برابر رهبر مسلمانان جهان قرار گرفتم، که بلافاصله آقای دفتر آقای بانکیمون این موضوع رو تکذیب کرد. البته حتما هم دفتر آقای پوتین اون صحبت‌ها رو تکذیب کرده و حتما هم دوروریای بله این صحنه ملاقات آقای بانکیمون با رهبر واقعی داعشه، حتما دوروریای آقای اردوغان هم تکذیب کردن. ولی خب در جمهوری اسلامی وقتی که رئیس دفتر مقام معظم رهبری یه موضوع میگن دیگه کسی نمیتونه تکذیب کنه. بله نگاه کنید دفتر این آقایون رو در حوزه‌های علمیه یادتونه سابق نمور بود، نمیدونم نور کافی نداشت، عقده چنون یقه اینا رو گرفته. نگاه کنید آمفی‌تئاتر درست کردن برای خودشون از حوزه‌های علمیه. الان دیدم امیر یه صحنه از این آمفی‌تئاتر حوزه‌های علمیه، بله این نگاه کنید چه کار کردن. اینجا یکی از حوزه‌های علمی است. شما خیال میکنی آمفی‌تئاتر مثلا موسکوس یا آمفی‌تئاتر نمیدونم کشورهای پیشرفته ایران، یا بله آخوندهایی که قبلا تو حوزه‌های علمیه که بوی گندم میداد و نمورم بود، جای نورم نداشت، حالا ببینید کجا میشینن درس میدن. فضا رو ببینید. بعد اینجاها مرده چال نمیکنن، ولی میان تو دانشگاه ها بعد جنازه چال میکنن، میگن که اینجا شهدای ما باید در دانشگاه ها به خاک سپرده بشه، ولی در اینجاها نه البته. بله اما آقای محمدی گلپایگانی گفته که اگر تبیین بشه برای مردم ایران، باید تبیین بشه که هدف نظام جمهوری اسلامی این هست که همه مردم ایران رو به بهشت هدایت کنه. محمدی گلپایگانی افسود باید برای مردم ایران تبیین شود که جمهوری اسلامی نه تنها میتواند زندگی مادی آنها را تأمین کند، بلکه توانایی تأمین زندگی معنوی آنها را هم دارد. وی افسود جمهوری اسلامی قصد دارد دست مردم را گرفته و به زور آنها را به بهشت ببرد و آخرتشان را نیز تأمین کنن. نیست الان دنیاشون رو تأمین کرد الحمدلله، نه یه نفر در ایران گرسنه است، نه وضع بیمه خرابه، نه دخترها و زنای ایرانی تن فروشی تن میدن، این کارهای کشورهای دیگه است. در میهن ما در جمهوری اسلامی ایشون میگه، میگه ما با این ترتیب میتونیم در جهان حکومت کنیم. گوش کنیم، میگه مقام های رئیس دفتر علی خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود مدعی شده دشمنان تلاش میکنن نظام انقلابی ما را ناتوان در حل و فصل مشکلات معرفی کنن و آن را ناکارآمد معرفی نماید. بعد میگه که ولی اینها نمیدانن که ما قادریم، حکومت انقلابی ما قادره تمام ناتوانی های جهان رو از بین ببره و حکومت جهانی را اداره کند. اینا رو این مردک 500 کیلویی میگه. و بعد که ازشون ایراد میگیرین که آقا شما تو مملکت هم موندین، تو ایران هم شما خراب کردین، میگن نه خراب نکردین، ما در حال تمرین حکومتداری هستیم. خب اولش هم یه مقداری مشکل ایجاد میشه دیگه. اما برای این که بدونید اینا مشغول حکومتداری هستن، فیلمی براتون پخش میکنم از دزدی‌های معاون اول آقای احمدی نژاد، آقای محمد رضا رحیمی، که چگونه احمدی نژاد میگفت ما پاک دست‌ترین حکومت در طول تاریخ هستیم در ایران، و بعد معلوم میشه که تمام دوروریاش
و خودش نه تنها دزد بودن، بلکه به دزدان درجه اول مثل دفتر، مثل بیت رهبری و خود مقام معظم رهبری هم از این چپاول سهم عمده‌ای به اونها میدادن. نگاه کنید به این فیلم. مقام های قضایی ایران از تایید حکم زندان برای معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران خبر دادند. محمد رضا رحیمی پیش از این به 14 سال زندان محکوم شده بود. آقای رحیمی بلند پایه ترین مقام دولت قبل است که با این محکومیت روبرو می شود. آرش سیگارچی گزارش می دهد. دیوانه عالی ایران آخرین مرجع رسیدگی به پرونده محمد رضا رحیمی معاون اول سابق رئیس جمهوری ایران، دست راست محمود احمدی نژاد. مقام های قضایی ایران تایید کردند که بخشی از حکم محکومیت رحیمی در دیوان عالی کل کشور تایید شده. 4 ماه پیش روزنامه ایران خبر داده بود که آقای رحیمی به 14 سال زندان و همچنین 4 میلیارد تومان جزای نقدی متهم شده است. مقام های قضایی از جمله غلام حسین محسنی اژه‌ای همان زمان تنها تایید کردند که رحیمی به زندان و جریمه محکوم شده. جزئیات زیادی از حکم دیوان عالی ایران منتشر نشده. فقط یک مقام قضایی گفته کلیات احکام پیشین تایید شده و تنها در مورد مدت زمان حبس نظر دیوان با حکم اولیه تفاوت دارد. شاید کمتر از 14 سال زندان برای رحیمی. به این ترتیب پرونده معاون اول رئیس جمهوری سابق ایران به بسته شدن نزدیک است. به زودی رحیمی برای مجازات به زندان می رود. قوه قضایی می گوید او همکنون با وثیقه سنگین آزاد است. محمد رضا رحیمی از استانداران دولت هاشمی رفسنجانی بود، اما با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد به او نزدیک شد و از سال 88 تا 92 نفر دوم اجرایی دولت ایران شد. با اینکه رسانه‌ها بارها از فساد مالی رحیمی گفتند، اما رئیس جمهوری سابق ایران مانع برخورد با او شده بود. اختلاس بیمه ایران یکی از پرونده‌هایی است که رد پای رحیمی در آن دیده شده، اما او هرگز به دادگاه احضار نشد. در گزارش جدید تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی هم از رحیمی به عنوان کسی که مبالغ کلانی دریافت کرده نام برده شده. برخی نمایندگان مجلس رحیمی را متهم می‌کنند که با هزینه چند میلیارد تومانی موجب انتخاب چهره‌های نزدیک به حداد عادل در انتخابات مجلس سال 86 شد. در یک سال گذشته دولت احمدی نژاد به فساد گسترده مالی و اداری متهم شده بود. این اولین بار است که یک مقام عالی دولت او در دادگاه محکوم می‌شود. خب ملاحظه فرمودید ایشون که آقای احمدی نژاد که دردانه علی آقا بودن و کسی جرأت نداره به ایشون اسایه ادب بکنه، هرچند که حتی احمدی نژاد هم نتوانست رهبر واقعی داعش رو تحمل کنه، اما از اونجایی که تو سریخور مقام معظم روضه‌خانه بزرگ بود این بود که حالا کارش ندارن، چون خیلی جاها دیگه مقام معظم رهبری فرمودن که من افکارم به آقای احمدی نژاد خیلی نزدیک. اتفاقا معلوم شد چون احمدی نژاد نه تنها افکاری نداشت بلکه کارهای خلخلکیش نشون داد که این مقامات عالی رتبه رژیم از رأس تا اون پایینشون همشون از نظر فکری و اخلاقی یه جوره، همشون، حالا چه اصلاحاتیشون چه تندروشون چه کندروشون، همه تقریبا در یک مسیر حرکت میکنن. و تعجب آور نیست اگه احمدی نژاد میره در دانشگاه کلمبیا و رئیس دانشگاه برای اولین بار در تاریخ جهان، رئیس دانشگاه کلمبیا در حضور احمدی نژاد توی دانشگاه و در خاک آمریکا میگه اینجا یه دیکتاتور حقیری نشسته که من و همه شما منتظریم بیان راجع به اوضاع مملکتشون لااقل راجع به دانشگاه های ایران صحبت کنه. و احمدی نژاد میگه در اون زمان من تصمیم داشتم بلند شم از جلسه برم بیرون، ولی فکر کردم مثل که یه آقا امام زمان یا یک دست غیبی منو گرفت که پیش این جوابشو بده و من رفتم، فضا به کلی به نفع من عوض شد، در حالی که هیچ فرقی نکرد فضا، ولی نشون داد که اون جمهوری و اون رهبر یه همچین رئیس جمهوری هم لازم داره، یه همچین رئیس جمهوری، یه همچین فرمانده بسیجی و آدم های دیگه ای که در رأس رژیم هستن همشون به هم
با هم جور در میان. در و تخته رو خداوند متعال و آقا امام زمان برای این حکومت درست کرده، مو نمیزنه. اما آقای محسن مجتهد شبستری امام جمعه تبریز و نماینده خامنه ای در آذربایجان شرقی گفته که مقام معظم رهبری تکلیف 6000 قطعه زمین در شهر میانه رو تعیین فرمودن و این اسناد و این سندها رو به عنوان هدیه به این مردم اعطا فرمودن. اما ببینیم این جریان 6000 قطعه زمینی که مقام معظم روضه‌خانه بزرگ هدیه کرده چیه؟ این زمینایی است که مردم خرید کرده بودن، پولش هم پرداخته بودن، منتها در شهر میانه. اصلش این زمینا متعلق بود به، الان خدمتتون میگم که صاحب اصلی این زمینها در حقیقت، اجازه بدید، دیشب یک خانومی به من تلفن کردن و گفتن این زمینها متعلق به آقای فرمان فرمایان بود، اصل زمین مال ایشون بود. موقعی که انقلاب مقدس جمهوری اسلامی پیش اومد، طبق معمول همه زمینا رو دولت بالا کشید. بعد آمدن به این زمینا رو گفتن هر کس میخواد با قیمتای خیلی مناسب بهشون میفروشه. مردم هم آمدن این زمینا رو خریدن. اما ناگهان سپاه و بسیج و دیگران اومدن دست گذاشتن این روی زمینا و گفتن نه، درسته شما خریدین، پولشو دادین، ولی ما گردن کلفتیم، از شما زمینا رو میگیم. حالا مقام معظم رهبری اومدن این زمینا رو به سپاه چش قره رفتن، گفتن پس بدیم به مردمی که پولشو دادن. حالا این گردن کلفتا میگن مقام معظم رهبری این زمینا رو هدیه دادن به مردم. بله. اما همه شما سردار قوچلی رو میشناسید. برای اینکه بگم به شما چطوری همه میشناسن، الان قول میدم بدونی که من حرفی زده باشم، امیر شورتی عکس سردار قوچلی رو برای شما بذار. من سکوت میکنم تا قوچلی بیاد بعد صحبتم بکنم. نه این نیست قوچلی، قوچلی بله، قوچلی، قوچلی خودمون. خدمت شما عرض کنم، حالا میخونم که قوچلی چی گفته. سردار قوچلی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تمجید از مجتبی نواب صفوی و گروه فدایان اسلام. بله این سردار قوچلی رئیس ستاد نیروهای مسلح جمهوری اسلام، آدم خجالت میکشه. تو رو خدا نیاک، شما در هیچ کجای جهان یک نظامی رو پیدا نمی کنید که هیکلش اینجوری ناقص باشه. این سردار قوچلی گفته که نواب صفوی، همون رهبر تروریستای تروریستای سابق ایران که میدونی آخرین کار تروری که انجام داد حسین اعلی نخست وزیر وقت رو که میرفت به بغداد در پیمان به اصطلاح سنتو شرکت بکنه تیراندازی کردن. بله اینم تصویر زیبای دیگری از آقای قوچلی. اونو حسین علا رو فدایان اسلام ترور کردن و به همین دلیل بلافاصله اینا رو گرفتن و در یک دادگاه نظامی محکوم به مرگ کردن و چند وقت بعد شما همشون تیربارون کرد. حالا همین سردار قوچلی میگه فدایان اسلام مردان با خدا بودن و بایستی بهبد. نگاه که آدم هضم میکنه از این جنرال های دوره بر مقام از آخه این رهبر فرمانده کل قوا، این قوچلی و این آدم های دیگر هم میخواد دیگه. فیروزآبادی افسود با تمجید، ببخشید، فیروزآبادی با تمجید از مجتبی نواب صفوی و گروه فدایان اسلام گفته دشمنانی که سعی دارن منافع نظام را از بین ببرن باید کشته شوند، همونطور که مجتبی
نواب صفوی این کار رو انجام میداد. سردار فیروزآبادی افسود چنین دشمنانی سزاوار مرگ هستند و کشتن آنها نوعی جهاد و امری عقلانی است. تعجب نداره رئیس ستاد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، درست هیکلش 600-700 کیلوه ولی مغزش نیم مثقال هم نیست، مجبوره بگه، چون تو فکر اینا اینه، میگن دشمن رو باید کشت. تا الان ثابت کردن در جمهوری اسلامی دشمن هر کی باشه ولی اینا اسمشو بذارن دشمن باید کشتش. نگاه کنی تا الان یه 500-600 هزار نفر رو کشتن و حالا هم تصمیم دارم بازم این کار رو بکنم، البته اگه بتونم. و این میگه حقشونه، هر کس کشته بشه حقش. اما فیلم دیگری میبینیم از جمهوری اسلامی که تحت توجهات مقام معظم رهبر تاعش، رهبر واقعی تاعش، طوری وضع شده که خود دولت شغل بسیار محترمی رو در پیش گرفته و اونم همسریابی، یا واضح‌تر بگیم زن پیدا کردن برای عزب‌ها یا مردانی که قادرن 7-8 تا زن بگیرن. به این فیلم توجه کنید. چندی پیش محمود گلزاری، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ایران، از راه اندازی سایت همسرگزینی با نام واسطه‌های ازدواج خبر داد. سایتی که قرار است از اوایل بهمن در اختیار دختران و پسران جوان قرار بگیرد و آنها را به ازدواج دائم ترغیب کند. در جامعه‌ای که 55% جمعیت بیش از 77 میلیونی آن را جوانان زیر 30 سال تشکیل می‌دهند. خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه در گزارشی از تهران با اشاره به انتشار این خبر در رسانه‌های ایران نوشته است: محدودیت های وسیع در ارتباط جنسی پیش از ازدواج همراه با شرایط نامناسب اقتصادی باعث شده تا جوانان ایرانی دیگر رغبت چندانی به بستن پیمان زناشویی نداشته باشند. خبرگزاری فرانسه می نویسد: در ایران ممنوعیت سختی در تماس جنسی پیش از ازدواج وجود دارد، اما این محدودیت ها می تواند با قانون صیغه یا ازدواج موقت که در متون مذهب شیعه وجود دارد دور زده شود. نوعی ازدواج که زن و مرد حتی می توانند برای یک ساعت هم که شده زوج یکدیگر باشند، اما حالا دولت در پی آن است که گرایش به این شیوه را تغییر دهد. خبرگزاری فرانسه به سخنان اخیر محمود گلزاری در این زمینه اشاره کرده که میگوید بیش از 300 وبسایت در ایران ازدواج غیر اخلاقی و غیر قانونی و همینطور صیغه را ترغیب می کنند. آقای گلزاری به روزنامه آرمان چاپ تهران گفته است: در سایت جدید همسرگزینی قرار است جوانان ثبت نام کرده و خود را به یکدیگر معرفی کنند. مشاوران و روانشناسان هم آنها را برای یافتن زوج مناسب یاری خواهند کرد. با این وجود این مقام دولتی اشاره به این موضوع نکرده است که آیا این سایت قرار است همچون سایت‌های دوستیابی پیشین باشد که عکس‌ها و شرایط اعضا را منتشر کند یا نه. در ایران 11 میلیون جوان واجد شرایط ازدواج وجود دارد که به گفته معاون وزیر ورزش و جوانان، راه اندازی سایت جدید می تواند به 100,000 ازدواج به شیوه صحیح و حل مشکل ازدواج جوانان بیانجامد. همینطور به کاهش نرخ طلاق در ایران کمک کند. در شهرهای بزرگی مثل تهران 1/3 ازدواج ها منجر به طلاق می شود. بابک راد صد... خب خدمت شما عرض بکنم که فیلمی هست در مورد پیروزی فوتبالیست های ایرانی بر قطر. من در این برنامه بعد از این فیلم با دکتر مصطفی دانش گفتگو خواهم کرد طبق روال روزهای پنجشنبه، ولی قبل از این فیلمو بهش میکنم. تیم ملی فوتبال ایران از سیدنی مملو از ایرانی به پلی‌آف صعود کرد. تیم ملی ایران امروز در دومین دیدارش در مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا با 1-0 قطر گذشت. کیروش تیم ملی ایران رو با یک تغییر نسبت به بازی قبلی به میدون فرستاد و سردار آزمون جای رضا قوچانژاد در نوک حمله ایران رو گرفت. نیمه نخست به رغم حملات دو تیم بدون گل به پایان رسید تا دو تیم چشم به نیمه دوم داشته باشند. در
نیمه دوم و در دقیقه 52 تلاش آندو تیموریان و پاس اشکان دژاگه سردار آزمون رو در محوطه جریمه قطر صاحب توپ کرد و او با دریبل مدافع مستقیمش قفل دروازه قطری ها رو باز کرد. بعد از این گل ایران بازی محتاطانه رو در دستور کار قرار داد و بیشتر بلاک دفاعی فرو رفت. اما تلاش های قطر تا پایان 90 دقیقه قانونی بازی و 5 دقیقه وقت تلف شده هم بی نتیجه موند تا این تیم با تحمل دومی شکستش در این رقابت ها مانند بحرین با جام وداع کنند. در پایان این بازی کارلوس کیروش پرتغالی سرمربی تیم ملی ایران این پیروزی رو به هواداران حاضر در استادیوم تقدیم کرد. ما فکر میکنم بازی خوبی بود و ما موقعیت‌های زیادی در بازی داشتیم. به نظر من ما مستحق پیروزی بودیم و اجازه میخوام شخصا این برد رو به هوادارهای پرشورمون در استادیوم تقدیم کنم. This win to this fantastic Iranian fans that they come here to support. سردار گل بی‌نظیری به ثمر رسوند. این یک حرکت استثنایی از فوروارد مرکزی ما بود. او با چرخشی فوق‌العاده که از بازیکنایی مثل فن نیستر روی دیده بودم در موقعیتی تک به تک به گل رسید. آندو تیموریان هم که در پایان بازی به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد، هدف تیم ایران رو سربلندی طرفدارانش دونست. خب گل دادن فکر نمی‌کنم درست باشه، ولی مطمئن باشید که ما یه تیم هستیم، برای بهترین نتیجه می جنگیم و اونم فقط بردن هستش. این قول رو می تونم به تمام مردم ایران بدم که تیم ملی ایران از موقعی که وارد زمین چمن میشه فقط برای سه امتیاز بازی می جنگه. دیگه اتفاقات بازی قابل پیش بینی نیست و به خاطر همین فوتبال زیباترین بازی دنیا هستش. تیم ملی ایران در سومین و آخرین دیدارش در مرحله گروهی این مسابقات روز دوشنبه برای تعیین صدر نشین گروه سوم به مسافه تیم ملی امارات خواهد رفت. بابک خب در این قسمت از برنامه همطور که وعده کردم گفتگو میکنم با یک ژورنالیست برجسته، دکتر مصطفی دانش. دکتر دانش درود بر شما، خوب هستین؟ متشکرم. دکتر دانش شما خوب باشین. گزارشات حاکی از اینی که عربستان مرزهای خودشو به عراق بسته. چرا؟ ببینین عربستان چند روز پیش یه اتفاقی میافته در مرزهای عراق و عربستان که چند نفر که مسلح بودن به مرزهای عربستان حمله میکنن، وارد خاک عربستان میشن و از عراق و چندین سرباز عربستانی رو به قتل میرسونن و گفته میشه که در واقع اینا جنگجویان داعش بودن و خواهان این بوده که وارد عربستان بشن. ولی خب این مسئله بستن مرزها منظور بستن کامل مرزها نیست، بلکه مسدود کردن 800 کیلومتر مرز مشترک بین عراق و عربستانه. در واقع همکنون عربستان داره سعی میکنه این مرزی که 800 کیلومتر طول داره با سه تأسیسات عظیم سیم خاردار و برق بتونه رو ببنده. ببینید در سه ردیف کاملا کنار هم یا موازی هم عربستان در واقع چنین تأسیسات عظیمی رو ساخته و گفته میشه در حدود 30,000 نفر سرباز جدیدی رو عربستان به منطقه مرزهای خود با عراق منتقل کرده و در حدود 50 پاسگاه های مرزی ساخته که بین این پاسگاه های مرزی و این 800 کیلومتر همیشه خودروهای نظامی عربستان در حرکت هستند و هر گونه حرکتی که در این مرزها به وجود بیاد اینا مورد کنترل قرار میدن و اینها در واقع به یک مرکزی وصل هستند. و جالبه که تمام این تأسیسات رو یک شرکت خارجی میسازه، یک شرکت ایربوس اینو انجام میده. خب با پول عظیمی که عربستان سعودی داره چنین کار رو میتونه انجام بده و این خطری که عربستان سعودی از طرف حکومت اسلامی احساس میکنه خطری بزرگیست. هیچ کس نمیدونه که در عربستان سعودی چند نفر از مردم و چه تعدادی از مردم طرفدار حکومت اسلامی و داعش هستن و در واقع هیچ کس نمیدونه چقدر تعداد مخفی در عربستان سعودی هم اکنون به نفع داعش دارن عملیات انجام میدن یا فعالیت میکنن و این خطری است که عربستان سعودی و خاندان سلزندی احساس کرده و یک تنین تأسیسات عظیم مرزی رو داره میسازه. دودنش الان وضع نفت همچنان بحرانیه، شما میدونید که هی داره قیمت نفت میاد پایین پایین تر. الان دیگه تقریبا داره از 50 که اومد رسید به 45 و 42 و اینا، حالا خیلی اصلا میگن از 40 هم میاد پایین تر. میبینید که رئیس جمهور ونزوئلا اومد ملاقات
رهبران عربستان سعودی خیلی از کشورهای نفخیز به شدت ناراحت این جریان هستن. عربستان گفته حتی اگه 20 دلار هم بشه قیمت نفت در هر بشکه، ما که مقدار به اصطلاح صدور نفتمون رو کم نمی کنیم، همچنان بالا نگه می داریم. خب این لجبازی به کیه واقعا؟ خب ببینین، واقعیت اینه که امروز قیمت نفت اوپک، این خیلی مهمه، یعنی نفتی که خود عربستان سعودی در حد میدونه، یک سوم نفت اوپک و عربستان سعودی تولید میکنه، قیمت نفت اوپک به 43 دلار رسیده. اگه ما در واقع این 43 دلار را در رابطه با جمهوری اسلامی بخوایم مطرح بکنیم با صادرات در حدود 1 میلیون بشکه در روز که جمهوری اسلامی ادعا میکنه 1 میلیون بشکه صادرات داره، یعنی در واقع جمهوری اسلامی هم اکنون کمتر از 18 میلیارد دلار در سال درآمد داره و حتی بودجه دولتیش رو نمیتونه تامین بکنه، با بحران عظیمی روبروست. و به خاطر همین من معتقدم که در برنامه اتمی و توافق اتمی جمهوری اسلامی مجبور آوانسای زیادی، امتیازات زیادی رو به آمریکا و کشور پنج اضافه بده تا بتونه در واقع از زیر تحریما در بیاد. این در رابطه با جمهوری اسلامی و بعضی بسیار خطرناک اقتصادی ایران و عربستان سعودی مطرح است. آقای فرجی، باید به این مطلب اشاره بکنیم که عربستان سعودی تا کنون با قیمت 108 دلار هر بشکه‌ای در حدود 330 تا 340 میلیارد در سال درآمد نفتی داشته و امروز عربستان سعودی با افت قیمت نفت در حدود 60% درآمدی کمتر از 160 یا 170 میلیارد داره. یعنی در واقع عربستان سعودی در سال 2015 کمتر از 200 میلیارد دلار فروش نفتی داره، یعنی توجه می‌کنید، یعنی بیش از 1/2 درآمدهای نفتی عربستان سعودی از بین میره. هم‌اکنون عربستان سعودی بودجه در حدود 240 میلیارد دلار داره و کمبودی در حدود 60-70 میلیارد دلار با قیمتی که امروز افت کرده. زمانی بود که عربستان سعودی ادعا می‌کرد 40 میلیارد کمبود نفت داره، اون موقع هنوز قیمت نفت 57 دلار بود، امروز 43 دلاره، یعنی در حدود 50 تا 60 میلیارد کمبود چی داره؟ بودجه دولت داره با قیمتی که افت کرده. ولی خب عربستان سعودی هنوز در حدود 730 میلیارد دلار پولی داره، ذخیره‌ای داره که میتونه از اون استفاده بکنه. ولی تا کی عربستان سعودی چنین کاری میتونه انجام بده؟ این یک مسئله ایست که باید بهش رجوع کرد و تحلیل کرد. خب میدونین که وزیر نفت عربستان سعودی آقای النعیمی اعلام کرده که اگه قیمت نفت 20 دلار هم بشه ما تولید و پایین نمیاریم. خب به این ترتیب روزی خواهد بود که عربستان سعودی تولیدش به قدری، یعنی در واقع درآمد نفتیش به قدری پایین خواهد بود که بیش از 50 تا 60 میلیارد درآمد نخواهد داشت و تامین بودجه 240 میلیاردی در دو سال در واقع تمام ذخیره پولیش هم از بین رفته و این لطمه ایست به خود عربستان سعودی. و به نظر من اینی که کشورهای مختلف به ویژه کشورهای اوپک و ونزوئلا و نیجریه و دیگر کشورها در واقع در این کاهش نفت قیمت نفت ضررهای بسیاری میکنن و به بحرانهای عظیمی روبرو شدن، تا جایی که همکنون بوکو حرام، این سازمان القاعده در داخل نیجریه، در واقع نیمی از نیجریه رو، تمام شمال شرق نیجریه رو در تصرف خودش داره. دولت قادر نیست مبارزه بکنه و در واقع کشورهای همسایه مانند نیجر در شمال نیجریه و کشورهای چاد در شرق نیجریه و کشور در واقع کامرون در جنوب نیجریه خطر بزرگی از طرف بوکو حرام رو تهدید میکنه و این خطراتی است که با آمدن با کم شدن قیمت نفت به نظر من بحران جهانی و امنیت جهان کمتر میشه و این مسئله است که کشورهای مانند عربستان سعودی و حتی آمریکا باید به اون توجه بکنن. یعنی در واقع اگه سیاست این باشه که ما بخوایم برای شکستن روسیه و جمهوری اسلامی قیمت نفت پایین ببریم، به همپیمانان خودمون هم لطمه عظیمی زدیم و باعث در واقع این میشه که پیشروی عظیم نیروهای رادیکال اسلامی در سراسر جهان داشته باشه. خب دکتر دانش، الان نقش ترکیه در شرایط فعلی درست آدمو یاد نقش پاکستان میندازه در زمان جنگ سرد. یعنی اون زمان اگه یادتون باشه پاکستان از طالبان طرفداری میکرد به هر قیمتی، یعنی پاکستان طالبان رو تجهیز میکرد میفرستاد به جون مردم افغانستان. و یعنی قبل از اون جریان روی کار آمدن طالبان تا بالاخره اینقدر اینا طالبان رو تقویت کردن تا طالبان اومد شد قدرت رو در دست گرفت. الان هم ترکیه داره همین نقش رو در مورد داعش بازی میکنه، یعنی کاری میکنه. الان فیلمی هست در مورد ترکیه که
داوودوغلو نخست وزیر ترکیه شدیداً به اسرائیل حمله کرده و مواضع دولت ترکیه رو تشریح کرده که الان چون فرصت نداریم فقط اجازه بدین یه قسمتی از اینو پخش بکنیم، این فیلم داوودوغلو رو که حمله میکنه به اسرائیل. امیر شهرتی، میشه این آقای داوودوغلو رو پخش کنی فیلمشو؟ برخورد شدید ترکیه و اسرائیل که حال جنبه شخصی هم پیدا کرده است. پاریس‌ته قاتلان یپان تروریست‌ها نقدر انسانیت سوچی işlemişlerse نتانیاهو به عنوان رئیس دولتی که کودکان را در حال بازی در ساحل غزه با بمباران می‌کشد، هزاران خانه را نابود می‌کند، از هر فرصتی برای کشتن فلسطینیان استفاده کرده و آنگونه وانمود می‌کند که کاری عادی انجام داده و به کاروان امدادی که در آب‌های بین‌المللی حمله کرده و اتباع ما را می‌کشد، مانند تروریست‌هایی که قتل عام پاریس را به راه انداختند، او هم مرتکب جنایت علیه بشریت شده است. روابط ترکیه و اسرائیل از هنگام حمله کماندوهای اسرائیلی به یک کشتی امدادرسانی ترکیه برای فلسطینیان در دریای مدیترانه در تقریباً 5 سال پیش به شدت تیره شده است. سرنشینان این کشتی قصد داشتند با حمل کالا برای غزه تحریم آن باری که را بشکنند. خب این قسمتی از این فیلم سخنان داوودوغلو بود. حالا تا چه اندازه به بحث امروز ما میخورد نمیدونم، ولی واقعا الان ترکیه داره این نقشو بازی میکنه دکتر دانش. آقای فرجی، میدونی که در زمان جنگ سرد پاکستان و به ویژه شهر پشاور، من در حدود 7-8 بار در این شهر پشاور بودم در زمان جنگ، در واقع جنگ سرد و جنگ مجاهدین برای نیروهای روس در داخل افغانستان، و اونجا در واقع مرکز جهادیستای عرب بود پشاور، و در اونجا پاکستان نقش عظیمی رو داشت و سازمان نظامی استخباراتی پاکستان ISI برای جلب این نیروها و در واقع سازماندهی جهادیستای عرب نقش اساسی رو بازی می‌کرد. اینا در واقع در اونجا دوره می‌دیدن و حتی زیر کنترل ISI پاکستان و با کمک سازمان‌های مخفی اروپایی مانند MI6 انگلستان، CIA آمریکا، BND آلمان، اینا تمرین نظامی می‌دیدن و وارد افغانستان می‌شدن که برای شوروی ها بجنگن. و خوب در اون زمان مسئله استفاده یا سوء استفاده از اسلام سیاسی و جهادیستا برای زدن شوروی بود و نابودی شوروی، و در این رابطه پاکستان نقش عظیمی بازی میکرد. و امروز جالبی که همین نقش رو داره ترکیه در رابطه با سوریه بازی میکنه. و جالبی که اگه ما به این چند سندی رجوع بکنیم که بسیار مهمه، هم اکنون شهرهای مرزی ترکیه به طرف سوریه در واقع مرکز جهادیستای عرب و نیروهای رادیکال به ویژه نیروهای رادیکال داعش که از داخل ترکیه وارد سوریه میشن و در اونجا در واقع به جنگای خودشون ادامه میدن. یکی از این شهرهای مرزی سانلی اورفاست، درست 53 کیلومتر این سانلی اورفا، یک شهر 500 هزار نفریه و 350 هزار نفر در واقع متواریان سوریه در اون قرار گرفتن، در 53 کیلومتری مرزهای سوریه است. و جالبه که در روزهای گذشته این مسئله خیلی مهمه برای اثبات این در واقع نظریه که من میدم که ترکیه داره نقش پاکستان رو در جنگ سرد بازی میکنه. ببینین در روز 4 ژانویه خانم حیات بومدیان، این زن 26 ساله‌ای که در واقع سازمان امنیت فرانسه و دولت فرانسه در به در به دنبالش بود و گفته می‌شد که در حمله به اون فروشگاه یهودیان در داخل پاریس این خانم هم بوده، یعنی دوست آقای کلیبالی، کسی که قاتل بوده در فروشگاه یهودیان دوست اون بوده. ولی جالبه که این خانم قبلاً از داخل فرانسه خارج شده بوده، در روز 4 ژانویه 100% خارج شده بوده، در روز 7 ژانویه در واقع قتل‌های پاریس اتفاق میفته. و در روز 4 ژانویه و قبل از اینم این خانم شناخته شده بوده و در واقع سازمان امنیت فرانسه میدونسته که یکی از تروریست‌های خطرناکه، و سازمان امنیت فرانسه این خبر رو به سازمان میت یعنی سازمان امنیت ترکیه هم داده شده بوده. ولی جالب، اسنادی امروز وجود داره، تصاویری وجود داره، و این تصاویر در دست سازمان‌های جاسوسی فرانسه و خود ترکیه قرار گرفته. در روز 4 ژانویه خانم حیات بومدیان، این زن 26 ساله بسیار خطرناک تروریست، از استانبول با هواپیما به طور رسمی سفر میکنه، وارد این شهر مرزی ساندی اورفا میشه، تصاویر وجود داره موقعی که ایشون وارد این شهر میشه، و 4 روز تمام در این شهر در پناهگاه‌های داعش میمونه، 4 روز اینجا اقامت داره. و در روز 8 ژانویه یعنی 1 روز بعد از قتل‌های پاریس
در واقع به سوریه میره. یعنی تمام مدت سازمان میت ترکیه و سازمان جاسوسی ترکیه میدونسته این خانم در کجاست، سازمان جاسوسی فرانسه میدونسته، برای که سیگنال های تلفن دستی اینو کنترل میکردن و هر قدمی که این خانم در داخل ترکیه برمیداشته میدونستن در چه منطقه قرار داره. توجه بکنی آقای فرجی و بینندگان عزیز، یک روز بعد از قتل پاریس و اینکه نام این خانم در تمام روزنامه ها و محافل سیاسی مطرح میشه، یک روز بعد از اون ایشون از ترکیه خارج میشه، وارد عراق میشه و از مرز ترکیه خارج میشه. یعنی در واقع سازمان جاسوسی ترکیه هیچ اقدامی برای دستگیری نمی کنه و این نشون دهنده اینه که یکی از پایگاه‌های بزرگ داعش در داخل خود ترکیه است و خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ترکیه موقعی که درباره سانلی اورفا صحبت میکنن، شهر مرزی، میگن همکنون در داخل این شهر 8 خانه تیمی داعش وجود داره. در هر خانه تیمی داعش 120 نفر از جنگجویان داعش قرار دارن که اینها در مواقع مختلف اینا رو وارد سوریه میکنن، اگه زخمی بشن دوباره وارد ترکیه میکنن و سازمان جاسوسی ترکیه هیچ اقدامی نمیکنه. و در واقع باید به این مطلب اشاره بکنیم که همون نقشی را که پاکستان در جنگ سرد در واقع در رابطه با القاعده و نیروهای رادیکال اسلامی بازی کرد و اونا رو به وجود آورد، امروز داره استانبول و آقای اردوغان و دولت ترکیه بازی میکنه. و بنابراین باید یک بار دیگه اشاره بکنیم، برای شخص من که منطقه رو به خوبی میشناسه قابل فهمه که چرا آقای اردوغان حاضر نشد در کنار ائتلاف ضد داعش وارد جنگ بر علیه داعش بشه، چرا آقای اردوغان حاضر نشد که کردای داخل ترکیه در واقع به کمک کردای کوبانه برن و در اونجا بر علیه داعش بجنگن، چرا آقای اردوغان شدیداً با آقای اوباما اعتراض میکنه که چرا آقای اوباما و دولت آمریکا با حملات هوایی در کنار کردهای ترکیه قرار گرفته، میدونه شدیداً حمله میکنه. و جمله آخر من در این رابطه اینه که باید صحبت آقای جو بایدن یه بار دیگه تکرار کرد در دانشگاه بوستون. اون میگه که همپیمانان ما و نام میبره از ترکیه با دادن میلیون ها دلار و کمک های زیاد سلاح، در واقع این پدیده داعش و این تروریسم رو کمک کردن و وجود. البته اون نمیگه این پدیده رو به وجود آوردن، من میگم که در واقع نقش داشتن در به وجود آوردن این پدیده. و ترکیه یکی از اون کشورهایی است که مانند جنگ سرد پاکستان امروز در واقع نقشش اینه که این پدیده وسعت پیدا بکنه. و تمام سیاست آقای اردوغان هم که امروز در داخل ترکیه ببینیم در واقع اسلامی کردن یا اسلام توسعه اسلام در داخل ترکیه بر علیه سکولاریسم در داخل ترکیه است. شما 5 دقیقه فرصت داریم، در این 5 دقیقه من 2 تا مطلب رو با شما در میان میذارم که اگه امکان داره راجع بهش صحبت بکنید. یکی اینی که گفتن از دیروز تا حالا شایع شده که سردار قاسم سلیمانی در عراق یا سوریه زخمی شده، مثل که در عراق، و آوردنش در تهران تحت معالجه است. یکی دیگه اینی که یک سیاپوست در درستن در شرق آلمان به دست یه دست راستی کشته شده و سعی کردن این پرونده رو حتی پلیس ندیده بگیرن و بگن یه اتفاق معمولی بوده. راجع به این دو تا موضوع ممکنه. دیروز 15 ژانویه در واقع یک روزنامه آمریکایی به نام الگماینر چنین مطرح میکنه که قاسم سلیمانی در جنگ‌های بر علیه داعش در نزدیکی سامره، این خیلی مهمه، در نزدیکی شهر سامره 2 هفته پیش زخمی شده و به تهران منتقل شده و میگن شدیداً زخمی شده و به تهران منتقل شده. همچنین یک سایت محلی عراقی به نام الوسیقه نت از قول شیعیان عراق، میدونیم که در رأس شیعیان عراق به ویژه در رأس میلیشیای شیعه عراق که امروز قدرت زیادی پیدا کردن در جنگ با داعش، قاسم سلیمانی و سپاه قدس ایران بوده، اینا اعلام کردن که در 2 هفته پیش قاسم سلیمانی، اونا میگن در واقع در منطقه به نام الهاشمیه در نزدیکی سامره زخمی شده. خب ما میدونیم که در 2 هفته پیش تقوی، این سردار سرتیپ تقوی، سردار سپاه پاسداران در اونجا کشته میشه و چند روز پیش شخصی به نام مهدی نوروزی از عضو شورای فرمانده بسیج ایران در اونجا کشته میشه. یعنی همزمان با کشته شدن تقوی باید اتفاقی که برای قاسم سلیمانی افتاده باشه. یعنی موقعی که ما صحبت از این میکنیم که 2 هفته پیش تقوی در اونجا کشته میشه، میتونه همون زمان هم آقای قاسم سلیمانی زخمی شده باشه. اینا صحبتایی است که در واقع یک روزنامه معروف آمریکایی اینو مطرح میکنه و سایت میلیشیای شیعه عراق اینو مطرح میکنه و میتونه این واقعیت داشته باشه.
شما درباره در واقع اون چیزی که در آلمان میگذره و در درسن صحبت کردید. خیلی وقت اون فشرده است، فقط حدود 2 دقیقه اون وقت. فقط من به این مسئله اشاره بکنم. آقای فرجی، در بحثایی که ما میکنیم و به ویژه اونجایی که ما مسلمانان رو گاهی وقت بدون دقت کافی مسئول در واقع جنایات این تروریست ها در فرانسه و در آلمان میکنیم، باید کاملا حواسمون جمع باشه که در واقع آب به آسیاب نیروهای فاشیستی و شبه فاشیستی در داخل آلمان و فرانسه ریخته نشه. همکنون در واقع 2 روز پیش یک جوانی از اریتریه، یک جوان سیاه‌پوست رو به قتل میرسونن و جالبه در خونه اونجایی که زندگی میکرده به قتل میرسونن، جلوی خونه، و موقعی که پلیس میاد پلیس ادعا میکنه که این از ساختمان پرت شده پایین و کشته شده، در صورتی که چندین چاقو به گلوش زده بودن و چندین چاقو به سینه‌اش زده بودن و مشخص بوده و پلیس هم سعی میکنه در واقع پرونده رو به طریقی ببنده. و 30 ساعت از اون گذشته، زمانی که بعضی از نمایندگان سبز مجلس شدیداً حمله میکنن و میگن میتونه این در واقع کار چپه فاشیستا در آلمان باشه، دوباره پرونده رو دارن مطرح میکنن و پلیس آمده معذرت خواسته، بله ایشون کشته شده، خود یا پرت نشده از ساختمان که کشته بشه. و بس بنابراین باید بگیم که امروز ما در داخل فرانسه و به ویژه در داخل آلمان با یک جنبش اروپا، با یک جنبش خطرناک ناسیونالیسم اولترا ناسیونالیسم رو بررسیم، با جنبش خطرناک شبه فاشیستا در رو بستیم و شبه فاشیستا واقعا میتونن حمله بکنن به خارجی ها به نام اسلام، بگن اینا همه مسلمانن و مسلمان ها جنایتکار، همین چیزی که مطرح میکنن و در واقع حمله بکنن. به خاطر همین من همیشه معتقدم که در صحبت هایی که ما میکنیم، همونطوری که خانم مرکل میگه اتفاقاتی که در پاریس افتاد به اسلام کاری نداره، به مسلمانان اصلا کاری نداره. و رئیس مجلس آلمان، ببینین امروز در مجلس چنین میگه، تروریسم مطمئناً با جنگ فرهنگا ربطی نداره، یعنی کسانی که میخوان جنگ فرهنگا رو شروع بکنن، با مذهب به هیچ وجه ربطی نداره، اینو رئیس پارلمان آلمان میگه. و خانم مرکل چنین میگه، هر گونه به حاشیه راندن مسلمانان و مظنون بودن به عموم مسلمانان در آلمان ممنوع است. یعنی در واقع اون خطر احساس کرده که این به نفع نیروهای بسیار رادیکال این کشورهاست، ناسیونال در فرانسه فرون ناسیونال، در آلمان شبه فاشیستایی که امروز هر روز دوشنبه تعدادشون زیادتر میشه و شعار در واقع شعار گوبلز رو دارن میدن، همون شعارهایی که گوبلز در جنگ جهانی دوم بر علیه یهودیان استفاده میکرد و باعث قتل 6 میلیون یهودی در آلمان و اروپا شدن، در واقع همون شعارها را عده زیادی در داخل این جنبش پگیدا، در واقع یکی از اون شعارها اینه، هجوم بیگانگان، و طبق این شعار میخوان در واقع تمام خارجی‌ها و کسانی که در آلمان زندگی میکنن اینا رو مظنون بدانن و به اونا حمله بکنن. خیلی سپاسگزارم دکتر دانش عزیز از این بحث جالبی که صورت گرفت. خب همینان گرامی، به همین جا برنامه امروز من به پایان رسید. با سپاس از شما که به این برنامه توجه کردید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. زنده باد آزادی. پاینده ایران.